درود بر شما همراهان گرامی کانال خبرچین سخنگوی سازمان خرابکار جائش با انتشار یک فایل صوتی جدید از تمامی هسته های این سازمان در خاورمیانه خواسته تا دست به حملات انتحاری بزنند و اگر برای شما هم سوالی که بر علیه کی دست به این حملات بزنند باید بدونید که مردم بیچاره ایران و جاهای دیگه در شرایطی که ایالات متحده اسرائیل و دیگر مقامات غربی اعلام کردند که از جمهوری اسلامی انتظار دارند به حمله هوایی روز دوشنبه به سفارت خودش در دمشق با حملات موشکی و پهبادی به اهداف اسرائیلی پاسخ بده با این هدف که امیدواریم از واکنش بزرگتر اسرائیل جلوگیری بشه با این حال آنها روشن میکنند که پتانسیل اشتباهات فزاینده زیاده ببینید اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کنه آمریکا دخالت نخواهد کرد از طریق یک سری پیامهای مبادله شده از طریق اشخاص سالس ایالات متحده و جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدن جمهوری اسلامی به آمریکایی‌ها اطمینان داده که تأسیسات آمریکا را هدف قرار نخواهد داد و به نوبه خودش ایالات متحده هم گفته که در صورت تلافی رژیم ایران علیه اسرائیل درگیر نمیشه و این در حالیه که جمهوری اسلامی در برابر اسرائیل با بزرگترین معمای راهبردی در طول حیات 45 سالش روبرو شده از منظر راهبردی نظامی جمهوری اسلامی باید واکنش نظامی مستقیم و همسط نشان بده این یک بایده اما این باید میتونه به قیمت پایان جمهوری اسلامی یا آشوب تمام در ایران و منطقه تمام بشه جمهوری اسلامی بزنه یا نزنه باخته است اما خب رژیم خامنه ای جرأت و توان هیچ واکنش مستقیمی را طبق شواهد نداره جمهوری اسلامی در برزخی باور نکردنی گرفتار آمده اگر به اسرائیل پاسخی نده یا اگر پاسخ بده و موفقیت آمیز نباشه دیگه چیزی جلودار اسرائیل نخواهد بود اگر پاسخ بده و موفقیت آمیز باشه با توجه به برتری هوایی و دفاع ضد هوایی اسرائیل میتونه پیامدهای ویران کننده تری هم داشته باشه دوراهی اصلی جمهوری اسلامی پاسخ دادن یا ندادن به اسرائیل هم البته نیست مسئله ماندن یا نماندن در سوریه است جمهوری اسلامی یا سوریه رو ترک میکنه یا تاوانی دهها برابر آنچه که تا امروز داده میپردازه گریز هسته جمهوری اسلامی دوستان به چند هفته رسیده و اسرائیل نمیخواد بابت موجودیتش ریسک کنه و دل به بایدن ضعیف و مجنون ببنده در واقع اسرائیل دنبال جنگ مستقیمه که بعدش بتونه به تأسیسات اتمی و موشکی سپاه حمله کنه اما میخواد کاری کنه که جمهوری اسلامی نبرد رو شروع کنه برای همین کنسولگری رو زد آخونده هم اینو خوب میدونم برای همین این مسئله تبدیل به اره در ما تحتشون شده اگر جواب مستقیم و هم سخت بدن تو تله نتانیاهو افتادن و اسرائیل بهونه نبرد رو پیدا میکنه اگر هم جواب ندن یا جواب ضعیف بدن عنصر بازدارندگی رو کاملا از دست میدن و دیگه تو سوریه یا لبنان هر جا سه تا سپاهی برای تریا کشیدن هم دور هم جمع بشن اسرائیل ازشون کتلت میسازه و اونقدر موازه و افراد سپاه رو تو لبنان و سوریه میزنه تا مجبور بشن حمله مستقیم کنن و بهانه شروع نبرد رو به اسرائیل بدن یا کاملا و با حقارت از سوریه خارج بشن چیزی که واضحه روزهای دیدنی تازه داره شروع میشه در همین رابطه آیا میدونید جاسوسی که جلسه فوق سری میز عملیات آن روز در سفارت ایران در دمشق رو به اسرائیل اطلاع داد کی بود اونایی که تاریخ سیاست جهان رو خوندن میدونن که در دنیای سیاست به هیچ صورت نمیشه به رفتارها و بیانات باور داشت یا روی رفتار ظاهری و سخنان دولت گروه ها و افراد تحلیل کرد و به نتیجه رسید بازی شطرنج و پوکر نتخته رو بازی نمیشه در سیاست باید دید میوه درخت رو چه کسی میچینه از قدیم میگفتن نگاه نکن درخت رو کی کاش یا آب داد ببین کی منفعت محصول رو میبره تا صاحب اصلی درخت رو بشناسی پس بپرسید جز به اسرائیل و اقدام کننده منفعت میوه حمله دمشق رو چه طرفی میبره اطلاع رسان به اسرائیل کی بود که دقیقا مکان و زمان جلسه و سپاهی های حاضر در جلسه رو به اسرائیل اطلاع داد وسایل ارتباطی فرماندهان سپاه قدس و مرتبطین با اونا کاملا دوستان چک میشه و موارد امنیتی کاملا رعایت میشه و احتمال ردیابی جلسات سری سپاه قدس و فرماندهان حاضر در جلسه از طریق گوشی و بیسیم و سایر وسایل ارتباطی تقریبا صفره چه طرفهایی از این جلسه به طور طبیعی اطلاع داشتند و به اسرائیل اطلاع دادن. اول در حوزه فرماندهی سپاه قدس در سوریه به دلیل کار امنیتی شدید در حفاظت اطلاعات سپاه قدس احتمال وجود جاسوس اسرائیل در میان این حوزه بسیار بسیار کمه اما بدونید که ناممکن نیست دوم امکان لو دادن این جلسه به اسرائیل توسط بخش اطلاعات و امنیت سوریه به دلیل لایه های امنیتی سران سپاه قدس و بی شدید سپاه قدس به عناصر سوریهی بسیار کمه البته باز هم ناممکن نیست سوم امکان داره فرماندهی ارتش روسیه در سوریه این کار رو بکنه روسیه در طول تاریخ سابقه غیرقابل اعتماد بودن و نقد رو با نسیه عوض کردن داشته و اگر جمهوری اسلامی خطای محاسبات کنه و حمله انتقامی موشکی از ایران به اسرائیل کنه ایران رو وارد نبرد تمامایار با ناتو میکنه و میوه حمله به روسیه رو میچینه چرا که روسیه با صدها هزار قربانی در باطلاغ اوکراین گیر کرده و تمام امیدش به درگیر کردن ناتو در دیگر جپه ها و دیگر کشورهاست تا فشار ناتو در نبرد اوکراین بر روسیه کم بشه تا جایی که من میدونم در معامله قرن برنامه این بوده که غزه رو میخواستم بدم به عربستان. اردن برای جبرانش خاک میده به فلسطینی ها و عربستان هم خاک میده به اردن برای جبران غزه هم میشه مقصد نهایی راه اقتصادی هند تا مدیترانه و از درآمد غزه هم سهم درآمد میدن به فلسطین که کشورشون رو بسازن اگر آمریکا نتونه این بازی رو انجام بده و غزه رو بکنه مقصد نهایی اون وقت دیگه فقط حیفا میمونه به عنوان مقصد نهایی و سودش هم فقط به بریتانیا و اسرائیل میرسه و سر آمریکا بی کلاه میمونه و اینجاست که یک سوال پیش میاد که ایران و اوکراین چی میشن این وسط ببینید دوستان باید فرش ایران را از زیر پای پوتین بکشن بیرون تا بعدش بتونن شیر گاز روسیه به اروپا رو کامل ببندن یعنی با گاز ایران و بقیه منابع مرتبط یا تحت کنترل جمهوری اسلامی بی نیاز بشن از گاز روسیه اون موقع میتونن فشار روی پوتین رو حد اکثری کنن و مجبورش کنن به زانو زدن برای همین رفتن جمهوری اسلامی براشون مهمه ولی آمریکا و بریتانیا سرش رقابت دارن و فعلا معلوم نیست کدام برنده میشه ولی دست بریتانیا کارت بهتری فعلا در این رقابت مثلا ببینید که امروز خبر منتشر شده که ویلیام برنز رئیس CIA یک شنبه به قاهره سفر خواهد کرد وی با رئیس اطلاعات اسرائیل و مصر و مقام های قطری و مصری در خصوص توافق تبادل اسرا دیدار خواهد کرد این سفر پس از درخواست بایدن جهت تغییر سیاست در قبال غزه و اعطای اختیارات بیشتر به تیم مذاکره کننده صورت میگیره حالا هم پیشبینی تحلیلگران درباره زمان و مکان حمله احتمالی رژیم ایران به اهدافی در اسرائیل منتشر شده. تحلیلگران معتقدند اگر جمهوری اسلامی بخواد پروژه انتقام کنسولگری رو اجرا کنه زمان آن پس از عید فطره که یک یا دو منطقه نظامی استراتژیک اسرائیل خواهد بود. ضمن رژیم ایران ترجیح میده کمکان برای انجام این حملات از نیروهای نیابتی استفاده کنه و همچون اسرائیل از پذیرش مستقیم مسئولیت در این زمین خودداری خواهد کرد این تحلیلگران نوشتند که چنین حمله نظامی به اسرائیل در صورت وقوع با توجه به شرایط خاص منطقه و شرایط حاد داخلی ایران بزرگترین ریسک خامنه ای در طول 35 سال تصدی پست رهبری خواهد بود که ممکنه به تنش بسیار جدی بروز عکس عمل جامعه جهانی و حتی سقوط حکومت فاسد ملاها منجر بشه. و یک تحلیل هم از طرف آمریکایی‌ها به گوش میرسه که بر اساس آن جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که با استفاده از حمله پهپادی یا به روشی مشابه حمله اسرائیل علیه یک گروه دیپلماتیک در کشور یا منطقه‌ای که در نزدیکی آن تنش وجود داره از اسرائیل انتقام بگیرند. اربیل کردستان یکی از آن مکانهای مورد زن برای حمله است. انگار سپاه قبل از همه به مامور نفوذیشون در خارج از کشور یعنی اسماعیلیون خبر میده که کجاها رو میخوام بزنن اگر یادتون باشه حمله در مرز پاکستان رو هم روز قبلش او در موردش نوشته بود اربیل رو هم نوشته و حالا اسمش در تحلیل امنیتی داره میاد جان کلام این که رژیم مستقیم درگیر نمیشه قرار شده رژیم با تمام قوا در ایران از نیروگاه های هسته ای نگهبانی کنه لبنان هم خودش با پشتیبانی حوسی ها خرس هم ناچار شده خودش رو به کتلت ها رفت بده و بگه که مرگ هفت ایرانی در حمله اسرائیل به دمشق بسیار برای ما مهمه ترس جمهوری اسلامی دوستان از روی روی مستقیم با اسرائیل باعث شده که علنا هیچ حمایتی در ظاهر حتی لفظی از نیابتی ها نکنه اما دلار و تسلیحات کرور کرور میفرسته جمهوری اسلامی مانند اون اعدامیه که خواستن اعدامش کنن خواست که از این دار به اون دار منتقل بشه مستاق ضرب المسله از این ستون به اون ستون فرجه در زن تصویر پشت سر خرس همونیه که تو میدان ولی عصر زده بودن پاینده ایران جاوید شاه تا عبد. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.